خودروهای زرهی هنوز در شهر در حال ترددند. اوضاعی که برای خیلی از مردم شرایط منطقه‌ای جنگی را تداعی می‌کند. اول فکر میکردم چه اتفاقی افتاده که شبیه جنگ بود، چون تانک ها و ماشین های نظامی رو دیدم، انگار بمبی منفجر شده بود. 11 روز از سیل ویرانگر در غرب آلمان گذشته و هنوز برق و آب آشامیدنی در بسیاری از مناطق قطع است. وقتی اومدم اینجا همه چیز از بین رفته بود، فقط با گلولای و بوی تعفن مواجه شدم. شاید اتفاقات بدتری هم باشه که هنوز ندیدم. آب تا بالای مغازه را گرفته بود. اینجا در شهر بادنوئن آر به عنوان یکی از کانونهای سیل، بسیاری از زیرساخت‌ها از جمله راه‌های ارتباطی تخریب شده. چهره خشن سیل همچنان در معابر شهر دست نخورده باقی مانده. تمام خونه ها، مغازه ها، رستوران ها و هر چیزی که در طبقه همکف بود کاملا از بین رفت. اتفاقی بی سابقه در 50 سال اخیر که به دلیل خسارات سهمگینش در آلمان اغلب از آن به فاجعه تعبیر می کنند. برخی معتقدند روزگار عوض شده و به خاطر تغییرات اقلیمی باز هم باید منتظر وقوع چنین سیلاب هایی بود. سیلابی ویرانگر در غرب آلمان که هنوز بعد از 11 روز سرنوشت بیش از 140 نفر از مفقودان آن مشخص نشده و امدادگران هیچ امیدی به زنده بودن آنها ندارند. امیر شجاعی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، مناطق سیل‌زده غرب آلمان.